من یک جمله ای از علامه جوادی آمودی دیدم که بعد میخوام از علامه جوادی آمودی نقل کنم، میترسم آقا جان گله کنه بگه که نه امام به ما گفت شما نباید عمومی میگفتید. امروز دفترم دیدم تنم لرزید، امام چی بود توی نوزه؟ چیکار کرد توی نوزه؟ به کجا رسید که تونست دنیا رو فتح کنه؟ که تونست ابرقدرت‌های علمی رو ذلیل و رام و بطش کنه، همه رو دوزانو بنشونه پیش خودش؟ چی؟ و مسئله شرمی رو که مسئله بومیه، مسئله شرمی رو که رساله دستشون رو میدونه تو مسئله چه دنیایی دارم؟ گوش بده تا این دنیا رو بهتون بگم. الله اکبر. ببینید قرآن اینقدر درباره مقام عارف و مقام معروف توصیه میکنن، میگه اگر شما انشاءالله نگفتی، گفتی من مجتهد میشم، من میخوام فرونپا رو انجام بدم، ولی انشاءالله نگفتی، اگه انشاءالله نگفتی خدا میگه یه دفعه فردا یادتون من، یا 6 روز دیگه یادتون من، یا مثلا 2 روز دیگه یادتون من، باز قضا کن. بله قضا کنم، برای مثل نماز قضا داره. یعنی 2 روز بعد یه دفعه نشستم بگم انشاءالله. لذا میگه وذکر ربک اذا نسیت، این ادامه انشاءالله این آیه پایه 24 سوره کهف. وقتی انشاءالله فراموش کردی بگی تو کارات، بعد که یادت اومد بلا فاصله بگو انشاءالله. لحظه ای نمیخواد من عارف، من طلبه، من فاضل، بنده محقق لحظه ای از خدا فاصله بگیرم، خطر استقلال را داره به من بیشتر میکنه. آقا استقلال از خدا خطر داره. آقا مدیر مدرسه عزیز دل من، استقلال خطر داره. نگو من میفهمم، بگو انشاءالله. عزیز من آقای احلی، بدون اینکه میگی که در فلان رشته متخصصم، بگو انشاءالله. اینقدر ببینید انسان کنترل شده است، چقدر انسان قدر شده است که میگه با وجود من خطر استقلال رو جدی بگیرید. شما مستقل نیستید، در عین اختیار وابسته به خدایید، در عین اختیار از خودتون استقلال ندارید. استبداد رأی رو بذار کنار، استبداد رأی خطرناکه، آدم رو میکشه، آدم رو نابود میکنه.